له الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين جامع الناس ليوم الدين والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، والشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد، صلی الله علیه و آله و سلم و لعن دائم اعدائهم اجمعین بحثمون در رابطه با تفسیر سوره مبارکه والعصر بود بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. اما آخرین جمله تواسوا بالصبر. یعنی زندگی سودمند بستگی و ارتباط با چهار اصل و ماده داره ایمان عمل صالح تواسی به حق و تواسی به صبر که تواسی به حق و تواسی به صبر یک مسئله اجتماعی است که انسان در رابطه با دیگران وظیفه دارد که اولا سفارش به حق بکنه و ثانیا سفارش به صبر که انواع حق رو شب گذشته به عرضتون رسوندیم و اما ارتباط تواسیه به صبر و تواسی به حق چیست اولا خود حق و صبر را ارز کنم تناسب عجیبی داره حق در روایات داریم الحق مرن حق تلخه یعنی به کام خیلی از افراد حق تلخ میاد وقتی یه آدم مجرمی محکوم میشه و حکم حقی علیهش صادر میشه طبعا این براش ناخوشایند هست خیلی موارد اینجوری است که حالا عرض شود که اصا ان تکره و و هو خیر لکم و اصا ان تحب و و هو شر لکم این اشاره به همین معنا داره اجالتا الحق مرن و اما کلمه صبر صبر در لغت معانی مختلفی داره البته معانیش با هم بی ارتباط نیست یکی از داروهای بسیار تلخ صبر زرده از عطارا سوال کنی بگید که یه مقداری صبر صبر زرد بیارن یه کمیشو به دهنتون بزنید متوجه میشید که تلخترین دارو هست و صبر به کسر نه صبر صبر یک درختی است که بی نهایت تلخه حالا تناسب حق و تناسب صبر ولو صبر امر اخلاقی است حقم عرض کردیم که چند نوعه ولی در این حال یه وجه مشترکی دارن که هر دو تلخند این است که این دوتا در کنار هم قرار گرفتن که تواسو حق و تواسو به صبر مطلب دوم این است که صبر باید که چاشنی حق باشه یعنی اگر انسان بخواد به حق عمل کنه حق سقیله مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامه نوشتن به مالک اشتر در اون نام جمله ای رو فرمودن که ما از این جمله رابطه بین تواسی به حق و تواصی به صبر رو دریافت میکنیم کلام مولا علی علیه السلام این است که حضرت فرمودن که الحق سقیل کلو حق سنگینه تحملش برای انسان ها مشکله نه که دیروز شب ارز کردیم معتقدات احکام احکام رو بهش میگن تکلیف تکلیف از ایشه کلفته کلفت یعنی زحمت تمام تکالیفی که جانب خدا متوجه انسانه اینا درش کلفت هست وقتی که انسان به سن بلوغ میرسه میگن به تکلیف رسیده یعنی یه بارهای سنگینی به دوشش اومده که قبلا این بارها به دوشش نبود رفع القلم عن حتی یحتلم قلم تکلیف رو دوش بچه نیست به مجردی که بلوغ پیدا میکنه این بارها به دوشش سنگینی میکنه فرمود الحق ثقیل کلو بعد دنبالش حضرت میفرماد که خدای متعال میاد این بار سقیل را سبکش میکنه یعنی کاری میکند که این بار سنگین سبک و خفیف جلوه کنه در نظر انسان حضرت میفرماد که وقد یخففه الله علا اقوامن طلب العاقبه خدا وقتی میخواد برای افرادی که دنبال اینن که کارشون بود. نتیجه برسه دلشون میخواد یه عاقبت خوبی داشته باشن خدا این بار سنگین رو براشون سبک میکنه چه جوری فصبروا علا انفسهم خدا یه حالت صبری به اینا میده که این صبر موجب میشه این بار سنگین سبک بشه فصبروا على انفسهم و او به صدق موعود و الله لهم خب چجوری صبر سبب میشه بر اینکه بار سبک بشه خیلی معلومه روشنه شما یه کارگری رو دعوت کنید بگید بیاد براتون کار کنه. یه مزد مشخصی هم براش تعیین میکنید این کارگر اینقدر اجرتشه این کارگر میاد طبق معمول هشت ساعت کار میکنه اگر یه مقداری بهش فشار بیارید بهش تحمیل بکنید این سختشه یا حالا شما اینقدر به من اجرت میده، این همه از من توقع داری ولی اگر بهش بگی تو برای من هشت ساعت کار بکن و هر چی دلت میخواد بد میدم اجرتت اگر مثلا پنج هزار تومن من ده هزار تومن بد میدم این وعده ای که به این میده به جای پنج هزار تومن ده هزار تومنت میدم این کارگر چقدر تحملش زیاد میشه برای کار کردن هر چی هم به زور بیاری میپذیره سقیل نیست براش کار براش سبک میشه چون وعده بهش دادن امیر میفرماد خدا برای صابرین وعده هایی داده که این آدمایی که وعده های خدا را قبول میکنند و اعتماد به راستگوی خدا دارن و میدونن خدا صادق الوعده اونقدر این وعده ها به اینا نیروی روانی میده که این بار سنگین تکلیف برای اینا سبک میشه اگر بگن شما اگر یه لا اله الا الله بگی خدا یه دونه درخت تو بهشت برات قرار میده خب کدوم آدمی است که زیر بار لا اله الا گفتن نره خب یه کلمه یه جمله و اون همه ثواب عظیم البته راحت میاد این تکلیف رو انجام میده این انسانی که مال به جانش بسته و اینقدر نسبت به مال علاقه داره و بخیلم هست که خدا میفرماد ان الانسان کان قطورا چی تو میشید قطع علاقه از مال میکنه و در راه خدا انفاق میکنه علتش چیه؟ علتش از خدا وعده داده من هفتصد برابر اضافه میدم علاوه مقداری هر مقدارم دلم بخواد مضاعفش میکنم خب یه آدمی که خدا رو را را راستگو میدونه و میدوند خدا 700 برابر و بیشتر بش اجر میده خب پیداست دل از مال میکنه ولی اون کسی که ایمان به قیامت نداره و اجر را قبول نداره ارعی الذی یو کذب و بدین فضال کلدی کل ید و لا ولا یهوز و علا تعامل مسکین اون حاضر نیست دل از مال بکنه ولو یه یتیمی یا مسکینی رو در مقابلش ببینه یعنی علاقش به مال بیشتر از این عاطف قدرت داره مسکین رو میبینه یتیم رو میبینه بالاخره یه انسان هم عاطفه داره ولی حب مال میاد این عاطفه رو خونسا میکنه اما اگر معتقد به قیامت باشید و به عجر خب این دل میکنه و اون تکلیف برای سبک میشه خیلی جالبه که ما بدونیم خدا برای صابرین چه عجری داده در قرآن مراجعه بکنیم اگه ایمان داشته باشیم به اونچه در قرآن خدا برای صابرین میگه وقت ما هر حقی برامون سبک میشه ولو امیر میفرماد الحق فقیل کلو اولا یه روایت بخونم براتون خیلی روایت جالبی است این روایت در کتاب بهار جلد هفتاد صفحه 106 نقل میکنه از ابن ابی سماک ان عبد عبدالله علیه السلام از امام صادق که انه استفتاه رجلون من الجبل فافتاه به خلاف ما یحب نقل میکنه که از امام صادق که یه مردی از روستا اومد شرفیاب شد خدمت امام علیه السلام و از یک مسئله سوال کرد حضرت جوابشو دادن حکم خدا رو بیان کردن اما مخالف خواسته اون سائل بود دلش نمیخواست اینجور حضرت به جواب بدن مطابق میلش نبود مثلا سوال میکرد فلان چیز میان میپرسن غالبا مردم حالشون اینه میان سوال میکنن اگر مطابق میلشون بود خوششون میاد مطابق میلشون نبود ترش میکنن مکرر اتفاق افتاده تو بازار اختلافی میشه اگر این آدم بدونه حکم شرعی به نفعشه میگه میگه میریم تو مدرسه از فلان آقا سوال میکنیم هر چه ایشون گفتن قبول میکنیم وقتی مطمئن باشد حکم شرعی به نفعش ولی اگر حکم شرعی به نفعش نباشد هیچ وقت سراغ اون عالم رو نمیگیرد اگرم بهش پیشنهاد کنن میگید من این آقا قبول ندارم مکرر اتفاق افتاده تا ببینیم حالا خلاصه به نفع کیه خوشش نیامد از جواب امام صادق فرع ابو عبدالله علیه السلام الکراهفی امام صادق دیدن مثل این که این از این حکمی که حکم خدا بود ناراحت شد براش سنگین شد بهش فرمودن که یا هازا ای فلانی عرض شود که اسبر علالحق این حکم که من دادم حکم خداست حق میباد تحمل کنی اسبر علالحق چون تکلیف رو بقا دادم عمل کنید خب برای سقیله فرمودن صبر کن بعد توضیح دادن براش فرمودن فانه فا لم یصبر احد قط لحق الا عوزه الله ما هو و خیر له فرمودن اگر کسی در مقابل حکم حق صبر کرد اون حکم رو به جان خرید پذیرفت ولو به ضررشه ولی پذیرفت فرماد خدای متعال بهش عج میده بهتر از اونی که این آدم دلش میخواست دلش میخواست حکم خدا به نفعش بود مثلا یه صد هزار تومن گیرش میمد. اگر حالا که دید به ضررش تحمل کرد و قبول کرد حکم خدا را خدا به صد هزار تومن به در از صد هزار تومن رو خدا بهش عنایت خواهد کرد یعنی اگر چون میدونید آدمی که تن به حکم خدا میده محبوب خدا قرار میگیره خداوند هم جبران میکنه خدا نمک شناسه واقعا خدا نمک شناسه تجربه کنید تو زندگی یه جایی با خدا معامله بکنید ببینید خدا چه کار میکنه؟ متقابلا چه جور اکس عمل نشون میده؟ تجربه کنی خیلی راحت میشه تجربه کرد بنابراین وقتی وعده اجر میدن این آدم هر قد برای سقیل باشد حق اون رو تحمل خواهد کرد این است که در قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که الله اکبر چقدر عجر و فضیلت برای صبر گفته شده یه مقداری از آیات رو من میخونم انشالله توجه میفرمای این آیات آیات فراوانی است من انتخاب کردم بعضی از آیات رو انتخاب کردم برای شما بخونم آیه اول قرآن میفرماد یه مقاماتی رو که ما به بعض افراد دادیم فکر نکنید که بی حساب دادیم اینها صبر کردن ما در مقابل صبر اون مقامات بلند را نصیب اینها کردیم لم ما صبرو این ائمه این پیشوایان ما اینا چون صبر کردند ما اون مقامات رو بهشون دادیم و اونها رو پیشوا قرار دادیم و اونها رو هدایتگر قرار دادیم بهشون اذن دادیم مردم رو هدایت کنن امیر علی علیه السلام امیر قدرت داشت قابل تصورم برای ما نیست که چقدر امیر قدرت داره ولی پیغمبر خدا از جانب خدا به امیر دستور صبر میده چقدر صبر میکنه امیر المومنین فرماد صبر تو و عین قضا و حلقه شجا مثل آدمی که خار تو چشمش رفته یا استخانی در گلوش گیر کرده اینجور صبر کردم در یه روایت دیگه داره اشد دو علی من من الالقم امر رو علی من الالقم صبر کردم در حالی که صبر به کام من تلختر از درخت القم بود که یه نوع گیاه بسیار تلخی است صبر کردم میتونست به زور با قدرت یاد زمام کارها رو به دست بگیره چون پیغمبر خدا وصیت کرده صبر کن و امیر المامنین بناس به دستور پیغمبر خدا عمل کنه 25 سال تو خانه میشینه که مورد تعرض قرار میگیره اشتمل شملت الجنین و قعد تا هجرت ونین ولی دستوره برای هم تلخه حکم خداست باید بنشینه 25 سال میشینه صبر میکنه امام حسن علیه السلام که از پیغمبر صبر را به ارث برده الله اکبر تو زندگی امام حسن مراجعه میکنیم در مقابل با معاویه چقدر آقا صبر کرده یا امام حسین علیه السلام لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما ملائکه آسمون ها در مقابل صبر آقا امام حسین تعجب کردن که آدمی اینقدر در راه خدا صبور باشه چرا؟ چون میدونه امام حسین مقام اگر بخواد مقام الهی باید صابر باشه آیه دیگه وقتی که بهشت وارد بهش میخوان بشن ملائکه استقبال میکنن خوش آمد میگن میگن سلام علیکم سلام میکنن درود بر اینا میفرسن به ما سبرتم نعم اقبددار به خاطر اینکه شما صبر کردید درود بر شما با بسیار عاقبت خوبی پیدا کردید اومدید تو بهشت ملائکه در قیامت دم در ورودی بهشت به بهشتی ها خوش آمد میگن و درود میگویند به خاطر صبرشون آیه دیگر میفرماد اولاک یجزون القرفه به صبرو خدا جزا میده در بهش قرفه های رو در اختیار بعضی انسان ها قرار میده به خاطر اینکه اینها صبر کردن یا قرآن میفرماد جزا هم به ما بله جنتن و حریرا خدا بهش را و لباس های حریر بهشتی را نصیب اینا میکنه به خاطر صبرشون و لنجزین نلوین صبرو اجرهم به احسن ما کانو یعملون اونهایی که صبر میکنن ما جزای بهتر از عملشون بهشون میدهیم عملشون هرچه هست جزای فوقلاد بیشتری خدا بهشون عنایت میکنه به خاطر صبرشون انما نما یوفف اجرهم عجر به غیر حساب خدا بی حساب عجر کامل میدهد به انسانهایی که صبر کردن اولاکه یعتون اجرهم هم مرتن به ما صبرون خدا با آدمایی که صبر میکنن دو تا اجر میده یه اجر برای عملشون خدا بهشون عنایت میکنه یه اجر به خاطر صبرشون من یتق و یصبر فان الله لا و اجر المحسنین کسانی که تقوا و صبر داشته باشند خدا نمیذارد اجر اینها ضایع بمونه اگه مقابل دشمن قرار گرفتی و صبر کردی خدا نمیذاره کید و مکر و توتعه های دشمن برای شما کارگر باشه اینا رو خونسا میکنه اینا خاصیت این است که انسان صبر داشته باشه خود قرآن هم میفرماد وستعین و به صبر و صلاح وقتی بار تکلیف به دوشدون سنگین شد از صبر کمک بگیرید استعینو به صبر و سلام روایات البته زیاد هست که دیگه وارد بحث روایات نمیشه پس بنابراین به دنبال سقالت حق وقتی خدا به مردم میگه شما آدمایی هستید که میتونید زندگی سودمندی داشته باشید در زیر سایه تواسی به حق دنبالش باید تواسی به صبرم بگه چرا برای اینکه همینطوری که به دیگران دارید سفارش حق رو میکنید که پیرو به حق باشن باید سفارش هم بکنید که صبرم داشته باشند. برای اینکه اگر حق رو بخوان پیروی کنند و صبر رو نداشته باشن میبرند این مطلب رو بگم اثر روانی قضیه رو میدونید که یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره مسئله روحی است حالا برای اینکه من کاملا روشن کنم نقش روحیه را در یک سرباز این قصه رو تو تاریخ ها نوشتن میدونید که ایران مورد حمله و حجوم مغلا قرار گرفت یا حملاتی که از طرف افغان ها شد مخصوصا افغان ها که در اون زمان خوندنی است که چه کردن این مردمی که حالا نشون دادن که چند هزار شیعه رو در کشور خودشون با بدترین وجه از بین بردن نابود کردن بماند حالا تو اون زمینه نمیخوام بحث کنیم اجمالا بعد از شکست فاحشی که اسفهان خورد که من صاحب روزات چیزهایی نقل میکنن در رابطه با پیامد اون جنگ که اون چنون قهطی شد در اسفهان که گربه ها رم کشتن و خوردن نوبت به سگار هستید سگار هم کشتن و خوردن خدا نیاره این روزها را برای هیچ مردمی تا نادرشاه اومد نادرشاه اومد و بالاخره ایران را از چنگ اینا در آورد موقعی که نادرشاه لشکر رو جمع و جور کرد و دستور حمله داد دید یه پیر مردیه عجیب این آدم قدرت نمایی میکنه با اینکه سنش بالاست گاهی به میمنه گاهی به میسره قدرت نمایی عجیبی داره صداش کرد پیر مرد تو در اون زمانی که اونا حمله کردن به ایران و به اسفان تو هم بودی؟ بله پس چرا شکست؟ گفت روز من بودم نادر نبود اونی که این آدم همون آدمه شمشیرش همون شمشیره سلاحش همون سلاحه ولی روحیه وقتی پیدا کرد دیگه اون نیست عوض میشه تلقین روحیه چیز عجیبیه نمیشدم انکار کرد به هر حال وقتی که انسان پشتیبان داره و ایمان به کارش داره بیشتر موفق میشه اگر چنونچه کسی بار سنگینی رو به دوشش گذاشتن و روحیه بهش دادن هر مقدار بار سنگین باشه انجام میده رو بچه خودتون امتحان کنید یه بچه را دستور بهش برو در این دکون نونوایی چهار تا نون بگیره بیا به این راحتی نمیره ولی وقتی که تشویرش کنید به سرعت میره نونارم به سرعت میگیره و خیلی هم و بخورم برمیگرده ولی اگر این پشوانه تلقین درش نباشه یا نمیرد یا به سختی میرد وقتی هم بره با اوقات تلخ میره وقتی هم برمیگرده نونا رو پرتاب میکنه این جوریه حرف توش نیست این است که قرآن میگه شما تواسیه به حق بکنید به دنبالش تواسیه به صبرم بکنید به هر کسی گفتید که نماز بخون دنبالش توصیه هم بکنید که صبر داشته باش اگر نماز خوندی چنین و چنان بت خدا اجر میده این طوری باید باشه خب حالا ما روحیه دادن رو از کی یاد بگیریم چجور به یه آدم روحیه بدیم میریم سراغ قرآن اولا از قرآن سوال میکنیم واقعا اثر داره صبر یا اثر نداره اینو قرآن چی میگه یه قصه خدا نقل میکنه از موسا و خزر خدا معموریت میده به موسا که برو با خزر ملاقات کن و مصاحبت با خزر داشته باش هم سفر باش خب خزرم یکی از انبیاس میخواد کارآموزی ببیند موسا باید برد پیش خزر رفت اجازه گرفت اجازه میده هل نتبق که الان ان تو علمنه من تا رشدا گفت اشکالی ندارد ولی جناب موسا تو یه عیب داری که با من نمیتونی باشی چرا گفت صبر نداری چرا صبر ندارم قول داد که من صبر میکنم یه وقت آقابت یه کاری رو آدم میدونه خب این صبر داره صبر میکنه یه وقت نمیدونه چه تو میشه صبر نداره معلوم نیست بتونه تحمل کنه گفت شما این کارایی که من میکنم حکمتش نمیدونی چون نمیدونی صبر نداری. یه جوانه بهش میگن نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، جهاد بکن، انفاق بکن. این ممکنه ندونه چرا نماز بخونه. ممکنه ندونه چرا باید روزه بگیره. وقتی نمیدونه زیر بار نمیره. نماز خوانم برای چی؟ هی hey, معلق بزنم برای چی؟ گرسنگی بخورم برای چی برم تو میدان جنگ خودم رو در معرض حلاکت قرار بدم برای چی اون نمیدونه وقتی نمیدونه صبر نداره اگه بفهمن حکمتش چیه بفهمید نماز برای چیه خب این با رغبت نماز میکنه دیگه مسامحه نمیکنه چون چرا هم نداره فهمیده دیگه خیز میگه تو کاری که من کنم حکمتش نمیدونی صبر نداری گفت چرا انشالله من میام و صبرم میکنم بالاخره همینطورم هم که پیش بینی شده بود صبر موسا تمام شد دید یه کارایی میکنه خیز بعضی وقتا آدم میکشید بعضی وقتا کشتی رو سوراخ میکنه گای اوقات دیوار خراب شده رو توی روستا میره تعمیر میکنه این کارا چیه کارا اوغلایی آدم کشتی رو سراخ کنه میان کشتی رو سراخ میکنه و آب میاد تو کشتی قرد میشن همه چرا اینجور میکنی؟ چون نمیدونه ده اعتراض میکنه اکثر اعتراضاتی که به دین یا احکام خدا میشه رو جهالته نمیدونن ای شروع میکنن مخالفت کردن قول داد صبر کنه آخرم صبر نکرد تا اونجایی که حضرت خزر بهش فرمود آزا فراق و بینی و بینک تو که صبر نداری ما بعد از هم جدا بشیم معلوم شد که صبر نقش داره حتما نقش داره او وقت خدا پیغمبر ها که میفرسه مخصوصا پیغمبر اسلام خب بالاخره بشر ممکنه ببره تکالیف میاد رودوشش ممکنه ببره ای خدا دم به دم به پیغمبر دستور صبر میده دیدنی تو قرآن که خدای متعال در آیات عدیده در موارد مختلف اونجایی که احساس میشه پیغمبر یه مقداری روحیه ضعیف شده بخاطر اینکه اون فشارها متوجه پیغمبر میشه ای خدا وعده صبر میده یه جا خدا میفرماد عبد هو وستبر لعبادته بندگی خدا رو بکن بندگی خدا سقیله توی پیغمبر هم باید صبر داشته باشی در مقابل بندگی خدا اونم بارایی که به دوش پیغمبر بود که مثل ما نبود پستبر لعبادته در مقابل عبادت خدا باید صبر بکنی مثلا نافله شب بر پیغمبر واجب بود فتحجد به این نافله تن لک اصا انگب اصا کرب بکن مقام محمودا و باید صبر داشته باشه تا بتوند این فریزه الهی رو انجام بده میگه و امر اهلک به صلاح وستبر علیه زن و بچه دستور بده نماز بخونه و خود دم میباد صبر داشته باشی چون کار مشکلی آدم خودش بخواد نماز بخونه به زن و بچه هم بگه نماز بخونید اونا بشنون به این سادگی نیست یعنی خودت مسئول خودت که هستی مسئول زن و بچه هستی و چاره هم نداری به جز اینکه با صبر این دو فریزه رو انجام بده قرآن می فرماد اصبر علا ما اصابک لغمان به پسرش وسیعت می‌کنه. میگه در زندگی مصیبت های ناملایماتی برات پیش میاد و باید صبر بکنی اگه صبر کردی وقت عزمت راسخ میشه سست نمیشی روحیت ضعیف نمیشه دستور خدا رو انجام میده اما اگر یه مقدار سوت شدی در مقابل مصیبت ها میبری و دیگه نمیتونی انجام وظیفه بکنی باز خداوند دستور به پیغمبر اسلام میده اسبر کما صبر علال عزم من الرسول میدونید انبیا پنجتشون علال بودن حضرت نو حضرت ابراهیم حضرت موسی و حضرت عیسی و خاتم انبیا محب عبد الله قرآن میفرماد ما آدم و قوت جان ما پیغمبر بود اما لم نجد له او از ما آدم صبر نکرد و تصمیم نتونست بگیره اما این پنج تا پیغمبر اینا اولو العزم بودن می فرماد همین طوری که اون چهار تا اولو العزم صبر کردن و صبرشون موجب رسوخشون شد تو هم می مثل اونا می صبر کنی یعنی به پیغمبر هشدار میده اگه صبر نداشته باشی نمیتونی ماموریت خودت رو انجام بدی جز از اول العزم میری بیرون اونای عزم راسخ دارن که صبر داشته باشن و عجیبتر از این اولین روزی که وحی به پیغمبر نازل میشه از کوه حرا سرازیر میشه میاد در خانه خدیجه میره زیر پتو استراحت کنه جبرئیل میاد یا ایوه المدفر قم فانذر و ربک فکبر و سیاه و کف تهر و رزه فهجر ولا تمنن تستکسر شش دستور آنن و در جا به پیغمبر میده قم پشو یک انظر مردم رو تبلیغ کن و ربک رب فکبر خدا رو در نظر مردم بزرگ جلوه بده و سیاه و کف لباسات رو تمیز کن که کنایه از تواضع بود یا حرفای دیگه که در اینجا هست بعد دنبالش باز میفرماد دستور دیگه میباد از رجز از پلیدی پرهیز کنی و رجز فجر بلا تمنون تستک سر دستور پنجم اینکه نکنه یه وقتی منت سر مردم بذاری به خاطر اینکه عمل خود رو خیلی بزرگ میبینی هر کاری بکنی در مقابل خدا کم کردی دستور آخر آخر چیه؟ ولی ربکه رب فسبر اگر میخوای این دستورات رو بتونی به طور کامل انجام بدهی باید صبر بکنی از اون طرف پیغمبر اسلام مورد حمله قرار میگیره میگن ساهره میگن مجنونه میگن نمیدونم به هزار جور افترا به پیغمبر این افتراها واقعا انسان رو زوب میکنه اگر روحیه قوی نداشته باشه از این افتراها جدا ممکنه که انسان از کوره به در بره قرآن به پیغمبر میگه وسبر علامایق علوم گوش نده به حرف اینا هر چی میخوان بگن در مقابل این حمله ای که اینا به تو میکنن و این مسایر که به تو مطرح میکنن صبر کن بس بر علا ما یقولون و جرهم جمیلا باز گران میفرماد که انسان ها آدم ها خود ما همه ما. مؤمنی یا ایو الذین آمنو اسبرو و صابرو و رابطو چند تا دستور پشت سر هم خدا به ما میده که اگه ایمان دارید صبر کنید اسبرو و صابرو از امام علیه السلام پرسیدن اسبرو و صابرو یعنی چه؟ و رابطو اسبرو و سابرو و تو. فرمود اسبرو علا دین کن اگه شما پذیرفتید شهادت این را دین اسلام رو پذیرفتید بدونید صبر میخواد باید برای دینتون صبر کنید همش بار سنگین رودوش شما آمده باید تحمل کنید و سابرو در مقابل دشمنان هم باید صبر کنی چرا میگه صبر رو چون اونا میخوان صبر کنند شما میخواد میباد صبر کنید این است که هر دو صبر میکنید اما شما میباد استقامت نشون بده تا بر دشمن پیروز بشه و رابطه دستور سوم این که با امامتون رابطه داشته باشید و رابطه یعنی رابطه با امام و اون رهبری که از جانب خدا براتون تعیین شده است با آیات دیگه بیش زیاد هست خیلی آیات زیادی از من جمله این آیه که وصبر نفس کما یاد یدعون ربهم من و العشی یریدون وجه یکی از کارهایی که بر انبیا خدا تعیین کرده مردم داری خب با کیا پیغمبر می با سر کله بزنه یا آدمایی بنده خدا ضعیف که اینا سرمایهشون این است که ذکر خدا میگن اما پول ندارن امکانات ندارن 400 تا از اینا تو مسجد پیغمبر تو صفه زندگی میکنن خدا می فرمود با اینا بساز سخت با اینا زندگی کرده برای اینکه باید هر روز مراقب اینا باشی بالاخره یه جور اینا رو تأمین کنی و ممکنه سرزنش کنن تو را بگن که مریدای تو اینان آدمایی هستن که آسمون جلن اینا زعفا خدا هم فرماد بساز با اینا با سازگاری داشته باشی اینا رو میگن به اصطلاح تواسیه به صبر خدا به پیغمبر تواسیه به صبر میکنه هر جا پیغمبر ممکنه یه جایی روحیش ضعیف بشه خدا یه اسبر میذاره پشتش یه اسبر در مراحل مختلف پیغمبر روحیه پیدا میکنه بعدم خدا میگه اگه صبر کردی زفر و پیروزی پیدا میکنی و پیغمبر با اون وعده هایی که خدا بهش داده صبر میکنه به نتیجه هم میرسه این اثر تلقین روحی است پس بدونید هر کجا خواستید تواصی به حق بکنید تواسیه به صبرم باید بکنید چون حق سقیله و سقالتش رو میتونید شما با صبر با توصیه به صبر سقالتش رو جبران بکنید خب دیگه من بیش از این مزاحم نمیشم امیدواریم خداوند انشاءالله ما را توفیق بده که بتونیم به این مبانی و اصول پایبند باشیم و انشاءالله زندگی خوشی داشته باشیم سلامات اللهم <applause> اغفر بنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا اللهم اغض حوائجنا و مهماتنا اللهم عید امام زماننا عجل فی فرجه و ظهوره اجعلنا من اعوانه و انصاره اللهم عید علماء انا ربانیین لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد